برگشتیم در بخش حال شما میتونین تماس بگیرین. خطی که شما رو با ما وصل میکنه 86-56 هست، منتظر تماس های شما هستیم. امروز در بخش حال شما در رابطه با هموروئید یا بواسیر صحبت میداشته باشیم. شما اگر مشکلی دارین میتونین تماس بگیرین، دکتر صاحب بر شما مشوره خواهد داد. و مهمان ما هم جناب دکتر محمد ابراهیم نوری هستن، متخصص جراحی عمومی. سلام با شما دکتر صاحب، صبح بخیر، خوش آمدید. شکر. سلام بر کارمندای تلویزیون اطلاع و سلام بر بینندگان تلویزیون اطلاع. سلامت باشین جناب دکتر صاحب. بین در رابطه با همین مرض صحبت بکنیم که چگونه یک مرض است. خود مرض هیمروید یا اصطلاح فارسیش به نام بواسیر یاد میشه، که خود هیمروید طوری که از نامش پیداست از دو کلمه یونانی گرفته شده است، که هیمو به معنای خون و رویدن به معنای جریان خون. یعنی به یک مرضی گفته میشه که در این توسط رگهای خون ناحیه مقعد به وجود میاید، که زیادتر در نزد مردان نسبت به خانم ها بیشتر است و همچنان در نزد نوجوان ها و اطفال هم دیده شده و در نزد خانم ها، خصوصا خانم های حامله دیده میشه. خب دکتر صاحب، مسئله اینجاست که افرادی که دچار این مشکل هستن زیادتر اوقات از تداوی های گیاهی استفاده میکنن به نحوی، یا تداوی هایی که افراد بزرگ خانواده برشان میگن. آیا 100% شخصی که دچار این مشکل هست و هموروئید داره باید به دکتر مراجعه کنه و یک دوره دوایی را سپری کنه تا صحتمند شوه، یا تداوی های گیاهی هم جواب میده؟ خود مرض هیمروئید، اول وقتی که یک شخص، ما باید ایره بفهمیم که چی اعراض و علائم داره، که یک مریض باید بفهمه که چی اعراض و علائم داره. خود هیمروئید که از 4 درجه داره، که درجه یکش مریض از یک خونریزی بعد از رفع حاجت شکایت میکنن، و در درجه 2 یا از یک خارج شدن یک دکمه از ناحیه مقعدی یا شکایت میکنن، در درجه 3 از خارج شدن یک دکمه که حتی با دست خودی را پس داخل میکنن، و در درجه 4 از خارج شدن یک دکمه که او به بیرون باقی میمونه. این مریض ها شکایت داشته میباشن، و در مرحله بعدی اگر این منتن میشه از درد ناحیه مریض ها شکایت میکنن. یعنی ضروری است که این مریض ها باید به دکتر مراجعه بکنن، به خاطر که زیاد امراض دیگه است که در این قسمت موجود می باشه، که امراض سرطان های ناحیه است، و بعض امراض دیگه مثل انال فیشر میگه برش، بسیار امراض دیگه ای است که با این ما باید این را تشخیص تفریقی کنیم. وقتی که مریض به ایتو اگر اعراض علایم مبتن شکایت داشته می باشه، باید به نزدیکترین دکتر خود که در نزدیکترین دکتر باید مراجعه کنن. اگر شفاخانه باشه به شفاخانه مراجعه کنن، اگر متخصص جراحی موجود باشه چی بهتر که به متخصص جراحی مراجعه بکنن، تا مطابق امو درجه ازی برش اهتمامات گرفته شوه. مثلا در درجه یکش یک تداوی تیبی بر ازی لازم است، اما در درجه 3 و 4 یک تداوی جراحی برشان لازم است، تا که از تداوی خودسرانه باید یا اجتناب کنن. بله دکتر صاحب نوری، یک تعداد کسا که با این مریضی سر دچار هستن و یک نوع تشویش و نگرانی دارن، آیا قابل تشویش و نگرانی هست؟ خود این مرض بواسیر یک مرضی است که قابل وقایه است و قابل تداوی است، یعنی قابل تشویش نیست. یک مرضی است که ما میتونیم میره توسط 3 عمل از این مرض وقایه کنیم. وقایه یکی است که ما از قبضیت جلوگیری کنیم. ما در ذهن بعضی هموطنان ما این سوال است که چطور ما از قبضیت جلوگیری کنیم. ما میتونیم با 3 عمل ما از قبضیت جلوگیری کنیم. وقتی که ما غذا نوشجان میکنیم، بار در هر رژیم غذایی ما سبزی و میوه باید شامل باشه، و دوم ما میتونیم که آب به اندازه کافی بنوشیم. یعنی کسایی هست که آب به اندازه کافی نمینوشن یا هم دچار قبضیت میشن. سوم کس، ما باید در روزمره حداقل 15 دقیقه نیم ساعت ورزش بکنیم. اولی که ورزش ما یک قدم زدن باشه، این بسیار کمک میکنه. دوم کس، باید ما می رفع حاجت به صورت درست یاد داشته باشیم. بعضی کسا هست که وقتی که احساس رفع حاجت میکنن منتظر میمونن، وقت ضایع میکنن. این کسا باید زودتر به دستشویی باید برن. وقتی دستشویی میرن باید از زور زدن های زیاد اجتناب کنن. سوم کس، این کسا باید زیاد دیر در دستشویی نمانن. یک تعداد کسا هست که عادت دارن در دستشویی به موبایل خود مصروف میشن یا در خارج به اخبار مصروف میشن. این یکی از اسباب است که باعث هیمروئید یا
بواسیر شده میتونه ما میتونیم توسط همی سه فاکتور ایرا وقایع کنیم و دیگه فعالیت های روزمره خود ما باید تنظیم کنیم از زیاد استاد شدن باید جلوگیری شود از زیاد نشستن جلوگیری شود و خانم های عامله که از زمانی که استراحت میکنن باید به پلو استراحت کنن یعنی از استراحت به تخت پشت باید اجتناب کنن تا که از این مرض وقایع کرده باشیم دکتر صاحب یک موضوع دیگه که فردی که دچار این مشکل هست و عملیات جراحی را سپری میکنه آیا امکان از این وجود داره که این مشکلش دوباره بر بگرده یعنی قابل برگشت دوباره را داره یا خیر خب وقتی که ما در قسمت اسباب از این مراجعه بکنیم وقتی که مریض مثلا در اسباب از این قبضیت های مزمن اسهالات مزمن زیاد استاد شدن زیاد نشستن فاکتورهای ارثی حاملگی یا در اسباب شامل است و در صورتی که یک کس تداوی میکنه تا تداوی جراحی میکنه در صورتی که همی اسباب و فاکتورها را داشته باشه چانس است که برزیاد دوباره به وجود بیه امکان داره که دوباره به وجود بیه به او خاطر باید این مرزا هم او فاکتورایی که در وقایع مرض رول داره او را در نظر بگیرن بنابراین خود همین وقایع در قسمت تداوی طبی از هم رول اساسی داره بله دکتر صاحب دو دقیقه وقت در پایان پس کوتاه میخوایم که ورزش میتونه کمک بکنه ورزش ما گفتیم در ما وقتی که از قبضیت جلوگیری کنیم حداقل 500 دقیقه نیم ساعت در قسمت وقایع از قبضیت میتونه که این ورزش برای ما کمک کنه حتی گفته اگر یک قدم زدن عادی باشم کمک کنیم و بسیار کوتاه دکتر صاحب مراقبت های بعد از عملیات جراحی چی ها میتونه مفید باشه برای فرد پرهیز غذایی باید داشته باشه یا خیر به این مریضا که از ما گفتیم رژیم غذایی باید غذایی یا بگیرن که او غذا مثلا حاوی فایبر باشد مثلا گفتیم غذایی که سبزیجات باشه یا میوه در غذایش شامل باشه و بعد از عملیات از غذایی که مثلا تند است مثلا مرچ یا در غذا یا باعث ناراحتی مریض میشه از این غذا جلوگیری کنن و بعدا یا روزانه باید دو دفعه در بین یک تشت آب گرم که آب پاک باشه باید بشینن که برای التهاب ساحه برای کاهش درد برای پاکی ساحه کمک کننده است. آیا از کدام مواد مخصوصی هم باید استفاده کنند در این محلول آب یا خیر؟ در صورت که آب پاک باشه ضرورت به کدام محلول نیست. اگر آب کاملا پاک نباشه ما میتونیم که از بعضی انتیسپتیک ها مثل دیتول یا پایدین ما میتونیم استفاده کنیم. اگر از آب مطمئن باشیم که آب پاک است ضرورت به انتیسپتیک نیست. استفاده از دیتول تخریش ایجاد نمیکنه؟ ما دیتول به اندازه بسیار کم به خاطر از اینکه آب پاک شود در بین آب مثلا در یک تشت آب اگر یک سرپوش یا دو سرپوش دیتول انداخته شود خوب است بله خیلی هم سپاسگزار هستیم جناب دکتر صاحب نوری سلامت باشین تشکر زنده باشین تشکر از اینکه ما را دعوت کردین سلامت باشین لطف کردین تشریف آوردین وقفه میگیریم